کودکی رو در محله 13 آبان شهر ری به جوانی رسوند. در تمام دعواهای ایران با کوچکترین جرقه‌ای با ربط یا بی ربط اسمش شنیده می شد. چاقو در دستانش باز بود و دلش ناآرام. چند وقتی بود که دور خلاف رو خط کشیده بود. با اصرار دوستانش بعد از آزادی روانه مهمانی در خیابان ولنجک شد. تحمل هر چیزی رو داشت به جز بی‌حرمتی به ناموس. طاقتش تاق شد و چاقو کشید و منجر به قتل شد. قتل حسین گودرزی. وحید مرادی در 26 اردیبهشت سال 97 در یک نزاع در خیابان 21 ولنجک با ضربات چاقو یکی از دوستان 28 سالش به نام حسین رو به قتل رسوند و از محل جنایت متواری شد که ماموران پلیس اداره آگاهی پایتخت او رو هنگام فرار از کشور و در 500 متری مرز کشور ترکیه بازداشت کردند. وحید درباره علت قتل حسین گفته بود: دو ماهی بود که از زندان آزاد شده بودم. حسین وقتی فهمید آزاد شدم با من تماس گرفت و گفت که به خونش برم. در منزل شنت از دوستامون هم حضور داشتند. حسین در اون مهمانی از من فیلم برداری کرد و گفت فیلم رو در لایو اینستاگرام قرار میده و از من خواست مقابل دوربین صحبت کنم. من به حسین گفتم به خاطر تعهدم نمیخوام از من فیلم بگیرد. اون ناگهان فوش ناموسی داد. منم که روی این مسائل حساس هستم. با هم درگیر شدیم و او و دو نفر دیگر رو با چاقو زدم. وحید پس از بازداشت به زندان رجایی شهر انتقال یافت تا اینکه در 11 تیر سال 97 حین هواخوری در زندان رجایی شهر کرج به قتل رسید. بررسی‌های اولیه نشون داد که وحید مرادی با سلاح دستساز داخل زندان یعنی تیزی و نه با چاقو یا قمه به قتل رسیده. بگیرنده هاتون دست نزنید و این برنامه از آژیر قرمز رو دنبال کنید. قبل از ادامه از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله بزنید. در این برنامه به پرونده جنایی وحید مرادی گندلات تهران معروف به عقاب ایران میپردازیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. کارگاهان در ابتدا چند متهم رو در پرونده قتل وحید مرادی شناسایی کردند. تا اینکه سعید به عنوان متهم اصلی قتل وحید شناخته شد. سعید در 13 بهمن سال 95 طی یک فقره نزاع و درگیری دست جمعی در خیابان منصور مرد 47 ساله‌ای را به قتل رسونده بود. اما در نهایت با اخذ رضایت از اولیای دم توانسته بود از قصاص رهایی پیدا کنه. سعید نحوه قتل وحید مرادی رو اینگونه بازگو کرد: من وحید رو اصلا ندیده بودم و در زمان حضور وحید در زندان به خاطر پرونده قبلی اداره آگاهی بودم و روز درگیری به زندان برگشتم. حسب محتویات پرونده بین زندانیان بند 1 و 3 از روزهای قبلی درگیری‌های لفظی و تهدیداتی به وجود اومده بود. سعید میگوید درگیری ابتدا در هواخوری روی داده بود. در هواخوری بین یکی از زندانیان و وحید مرادی زد و خورد به وجود اومد و منجر به چاقو کشی شده بود. اون زمان قصد جدا کردن وحید و طرف دیگر دعوا رو داشتم که وحید به دست من چاقو زد و اون زندانی هم به طرف وحید چاقو پرت کرد. سپس ترسیدم و به بند خودمون برگشتم. وارد بند 1 شدیم که در پایگرد اونجا دوباره بین طرفین درگیری به وجود اومد و وحید با عقب رفتن زندانیان بند 3 رو صدا زد، در حالی که زندانیان بند 1 در بند رو بسته بودند. محتویات پرونده نشون میداد در ادامه درگیری زندانیان بند 3 به سمت بند 1 هجوم آورده بودند. در این حین یک زندانی در رو برای وحید باز کرده و زندانیان بند 3 در حالی وارد بند 1 شدند که زندانیان بند 3 در سالن تجمع کرده بودند. سعید مدعی شده بود که تنها جایی که میتونسته به اونجا بره و در قفل کنه حسینیه بند 3 بوده، اما به دلیل بسته بودن در حسینیه در کنج گیر افتاده و تیزی هم در دست مجروحش قرار داشت. در نهایت در جریان این نزاع بین وحید مرادی و سعید 4 ضربه به سینه وحید مرادی و ضرباتی به دیگر نقاط بدن او وارد شده و او جان باخته بود. پرونده قتل وحید مرادی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و قضات شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران در بهمن ماه سال 98 سعید را به قصاص محکوم کردند. که پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی ایراداتی رو به پرونده وارد دونست. پرونده در شهریور سال 99 مجددا به شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در دهم بهمن هم مجددا دادگاه در شعبه 4 دادگاه کیفری 1 استان تهران تشکیل جلسه داد. در این جلسه هم وکلای سعید متهم اصلی پرونده قتل وحید مرادی همچنان بر روشن شدن زوایای مبهم این پرونده و رفع برخی از نواقص اون اصرار داشتند. از جمله ابهامات مورد ادعای وکلای متهم این است که هنوز به طور قطعی مشخص نشده چه فردی ضربه کشنده رو در نزاع به مقتول وارد کرده و از 4 ضربه وارد شده به سینه مقتول کدام یک از اونها کشنده بوده. دادگاه معتقد است که آخرین ضربه که توسط سعید وارد شد و سپس منجر به افتادن وحید به زمین شده بود کشنده بوده، در حالی که وکلا میگویند احتمال دارد سایر ضربات کشنده بوده باشند. البته وکلا با توجه به اظهارات سعید مبنی بر اینکه هیچ خصومت شخصی با وحید مرادی و قصد درگیری با او را نداشته، بحث دفاع مشروع را هم عنوان کردند. مادر وحید مرادی با وجود غمی که در دلش سنگینی می‌کند، مانند یک مرد خم به ابرو نمی‌آورد. او می‌گوید خدا دخترم را در 19 سالگی از من گرفت، وحید را هم در زندان کشتند. وحید تا کلاس 12 درس می‌خوند. اولین باری که پاش به زندان باز شد 16 سالگی بود. مجتمعی که ما در خیابان 13 آبان شهر ری ساکن بودیم نگهبان مسنی داشت. وحید به همراه چند نفر از دوستانش با عده‌ای درگیر شدند و چاقو کشیدند. همین مجتمع وحید رو خراب کرد. بنده خدا نگهبان مجتمع از ترس سکته کرد و از دنیا رفت. همه رو گرفتند، از جمله وحید. 1 سال زندان بود. بعد از این اتفاق وقتی از زندان آزاد شد دوستانش نمیگذاشتند وحید سرش به زندگیش باشه. مرتب او رو تحریک میکردند. وحید بعد 2-3 سال تصمیم گرفت قید حواشی که سراسر زندگیش رو گرفته بود بزنه. مدتی در نمایشگاه ماشین و مدتی در املاک مشغول به کار شد. 22 سالگی ازدواج کرد، اما این ازدواج 11 سال بیشتر دوام نداشت و حاصلش پسر وحید طوفان شد. طوفان با مادرش زندگی میکنه و 7 ساله است. وقتی ازدواج کرد طرح دستگیری اراذل اوباش بود. وحید تهران اومده بود برای کار. همین که خواست سوار مترو بشه او رو گرفتن. به مدت 2 ماه در کهریزک در سوله زندانی بود. ما 2 ماه از او بیخبر بودیم و حتی نمیدونستیم کجا رفته. اونقدر پیگیری کردیم تا بالاخره متوجه شدیم او رو دستگیر کردند. در این طرح وحید بدون اینکه کار خلافی انجام بده دستگیر شد، اما چون از قبل سابقه داشت براش گرون تموم شد. چوب ندونم کاری های دوستانش رو خورد. والله به خاطر درگیری هایی که به وحید هیچ ربطی نداشت دستگیر میشد. وسط درگیری اسم وحید رو می آوردن و بعد تماس می گرفتن و می گفتن داداش ما اینجا دعوا کردیم و اسم تو رو آوردیم. برای همین مجبور می شد به خاطر رفیقاش بره میان دعوا. من خودم شاهد بودم. چندین بار با وحید تماس می گرفتن. اما وحید ناراحت می شد که چرا وقتی درگیری و دعوا هست اسم من رو می برید. در 31 سالگی با همسر دومش ازدواج کرد. او می دونست وحید مقصر نیست. برای همین پا به پای وحید جلو می رفت. همه بدبیاری ها از یک کری خواندن در اینستاگرام شروع شد. علی درویش یکی از طرفدارانش که ادعای رفاقت با وحید رو داشت شروع کرد برای وحید کری خواندن. این ماجرا هم ادامه پیدا کرد. اونقدر ادامه پیدا کرد که منجر به دستگیری شد. وحید هم در راه فرار به گرگان دستگیر شد. این بار هم یکی از دوستانش او رو فروخت و وحید به زندان افتاد. بعد از آزادی از زندان خدا به سر شاهده که سر به راه شده بود. خونه وحید بودم. حسین گودرزی یک ریز تماس می گرفت که مهمانی ترتیب داده شده برای آزادی وحید، ولی هر بار بهانه می آورد که یا مهمان داریم یا حالم بد است، اما گوش حسین بدهکار نبود. وحید روز مهمانی وسایلش رو جمع کرد تا برای ورزش به باشگاه بره. نزدیک باشگاه حسین جلوی او رو میگیره که حق نداری به باشگاه بری. این مهمانی به مناسبت آزادی تو گرفته شده. وحید رو مجبور کرد تا به ولنجک بره. اون شب به خاطر اینکه فکر می‌کرد یک مهمانی ساده به میان هست، هیچ کس رو با خودش نبرد. تنها رفت. وقتی در رو باز میکنه با این صحنه روبرو میشه. 20 نفر از دوستان، برادرزاده ها و برادر حسین گودرزی اونجا بودن. یک سالی میشد که وحید لب به مشروبات الکلی نمیزد. اصرار از اونها و انکار از وحید تا اینکه با زبان خامش کردند. وحید همیشه به ما میگفت شب مهمانی حسین مست نبود و حالت عادی داشت. میخواست من رو زمین بزنه که زد. میخواستند وحید رو تلکه کنند. درگیری صورت میگیره و وحید فرار میکنه. وحید همیشه قسم می‌خورد که چاقو رو فقط به دست حسین زده، اما اطرافیانش او رو دیر به بیمارستان رسوندند. دوربین مداربسته نشون میداد که حسین با پای خودش از آسانسور بیرون میاد. برای همین وحید از قتل حسین تبرئه شد. با تکمیل تحقیقات پلیسی 17 نفر از زندانیان که در درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند بازداشت شدند. سعید و عباس که به گفته سایر زندانیان نزدیکتر از سایرین به وحید بودند به عنوان متهمان اصلی تحت بازجویی قرار گرفتند.
پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و 17 متهم پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند. در پایان جلسه قضات دادگاه سعید را به قصاص محکوم کردند. عباس و سایر متهمان هم به زندان محکوم شدند. سعید به حکم اعتراض کرد و مدعی شد که قاتل نیست. با این اعتراض پرونده در شعبه 39 دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص را شکستند. با توجه به ابهامات مطرح شده در این پرونده توسط وکلای متهم اصلی باید منتظر رأی دادگاه موند و دید که آیا دادگاه حکم بر قصاص سعید خواهد داد یا خیر. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.